فصل پنجم. به این ترتیب آنها به طرف دیگر دریا به سرزمین جدریان رفتند. همین که عیسی قدم به خشکی گذاشت، مردی که گرفتار روح پلید بود از مقبره‌ها بیرون آمده پیش او رفت. او در میان مقبره‌ها زندگی می‌کرد و هیچ کس نمی‌توانست او را حتی با زنجیر در بند نگه دارد. بارها او را با کنده و زنجیر بسته بودند، اما زنجیرها را پاره کرده و کنده ها را شکسته بود و هیچ کس نمی توانست او را رام کند. او شب و روز در اطراف مقبره ها و روی تپه ها آواره بود و دائما فریاد می کشید و خود را با سنگ مجروح می ساخت. وقتی عیسی را از دور دید، دوید و در برابر او سجده کرده و با صدای بلند فریاد زد: ای عیسی، پسر خدای متعال، با من چه کار داری؟ تو را به خدا مرا عذاب نده. عیسی به او گفت: ای روح ناپاک، از این مرد بیرون بیا. عیسی از او پرسید: اسم تو چیست؟ او گفت: اسم من لژیون است، چون ما عده زیادی هستیم. و بسیار التماس کرد که عیسی آنها را از آن سرزمین بیرون نکند. در این موقع یک گله بزرگ خوک در آنجا بود که روی تپه ها می چریدند. ارواح به او التماس کرده گفتند: ما را به میان خوک ها بفرست تا به آنها وارد شوید. عیسی به آنها اجازه داد و ارواح ناپاک بیرون آمدند و در خوک ها وارد شدند و گله ای که تقریبا 2000 خوک بود با سرعت از سراشیبی به طرف دریا دویدند و در دریا غرق شدند. خوکبانان فرار کردند و این خبر را در شهر و حومه‌های اطراف پخش کردند. مردم از شهر بیرون رفتند تا آنچه را که اتفاق افتاده بود ببینند. وقتی آنها پیش عیسی آمدند و آن دیوانه را که گرفتار فوجی از ارواح پلید بود دیدند که لباس پوشیده و با عقل سالم در آنجا نشسته است، بسیار هراسان شدند. کسانی که شاهد ماجرا بودند، آنچه را که برای مرد دیوانه و خوک‌ها اتفاق افتاده بود برای مردم تعریف کردند. پس مردم از عیسی خواهش کردند از سرزمین آنها بیرون برود. وقتی عیسی می‌خواست سوار قایق بشود، مردی که قبلاً دیوانه بود از عیسی خواهش کرد که به وی اجازه دهد همراه او برود. اما عیسی به او اجازه نداد، بلکه فرمود: به منزل خود پیش خانواده‌ات برو و آنها را از آنچه خداوند از راه لطف خود برای تو کرده است آگاه کن. آن مرد رفت و آنچه را عیسی برایش انجام داده بود در سرزمین دکاپولوس منتشر کرد و همه مردم تعجب می‌کردند. وقتی عیسی دوباره به طرف دیگر دریا رفت، جمعیت فراوانی در کنار دریا دور او جمع شدند. یایروس سرپرست کنیسه آن محل آمد و وقتی او را دید در مقابل او سجده کرد و با التماس زیاد به او گفت: دخترم در حال مرگ است. خواهش می‌کنم بیا و دست خود را روی او بگذار تا خوب شود و زنده بماند. عیسی با او رفت. جمعیت فراوانی نیز به دنبال او رفتند. مردم از هر طرف به او هجوم می آوردند. در میان آنها زنی بود که مدت 12 سال تمام مبتلا به خونریزی بود. او متحمل رنج‌های زیادی از دست طبیبان بسیاری شده و با وجودی که تمام دارایی خود را در این راه صرف کرده بود، نه تنها هیچ نتیجه نگرفته بود، بلکه هر روز بدتر می شد. او درباره عیسی چیزهایی شنیده بود و به همین دلیل از میان جمعیت گذشت و پشت سر عیسی ایستاد. او با خود گفت: حتی اگر دست خود را به لباس‌های او بزنم خوب خواهم شد. پس لباس او را لمس کرد و خونریزی او فوراً قطع شد و در وجود خود احساس کرد که دردش درمان یافته است. در همان وقت عیسی پی برد که قوه‌ای از او صادر شده است. به جمعیت نگاهی کرد و پرسید: کی لباس مرا لمس کرد؟ شاگردانش به او گفتند: می‌بینی که جمعیت زیادی به تو فشار می‌آورند، پس چرا می‌پرسی کی لباس مرا لمس کرد؟
عیسی به اطراف نگاه می‌کرد تا ببیند که کی این کار را کرده است. اما آن زن که درک کرده بود شفا یافته است، با ترس و لرز در برابر عیسی به خاک افتاد و تمام حقیقت را بیان کرد. عیسی به او فرمود: دخترم، ایمانت تو را شفا داده است. به سلامت برو و برای همیشه از این بلا خلاص شو. هنوز صحبت عیسی تمام نشده بود که قاصدانی از خانه سرپرست کنیسه آمدند و گفتند: دخترت مرده است. دیگر چرا استاد را زحمت می‌دهی؟ اما عیسی به سخنان آنها توجهی نکرد و به سرپرست کنیسه فرمود: نترس، فقط ایمان داشته باش. او به کسی جز پتروس و یعقوب و برادرش یوحنا اجازه نداد که به دنبال او بروند. وقتی آنان به خانه سرپرست کنیسه رسیدند، جمعیت آشفته‌ای را دیدند که با صدای بلند گریه و شیون می‌کردند. عیسی وارد منزل شد و به آنها فرمود: چرا شلوغ کردید؟ برای چه گریه می‌کنید؟ دختر نمرده است، بلکه در خواب است. اما آنها به او خندیدند. عیسی همه را از خانه بیرون کرد و پدر و مادر دختر و همراهان خود را به جایی که دختر بود برد و دست دختر را گرفت و فرمود: تلیت قومی، یعنی ای دختر به تو میگویم برخیز. فوراً آن دختر برخاست و مشغول راه رفتن شد. او 12 ساله بود. آنها از این کار مات و مبهوت ماندند، اما عیسی با تأکید به آنها امر کرد که این موضوع را به کسی نگویند و از آنها درخواست کرد که به دختر خوراک بدهند.